من سلام میکنم به همه شما مردم خوب و خوش‌ذوق و با صفای چهارمحال و بختیاری. شاید شما ندونید که چه سهم بزرگی در فرهنگ جهانی دارید. هنوز قدر قالی‌های شما رو همه ایرانی‌ها نمی‌دونن، خیلی کم می‌دونن، مگر اونها که در بازار سود و سودا فهمیدن یه بویی بردن که اینجا خبری هست، فهمیدن که اهمیت قالی به اینکه چند رج باشه و چقدر ریز باشه و اینها نیست، به تبلور احساس یک انسانی است که طبیعت رو و عشق رو درک میکنه. و حقیقتا من خودم رو مسئول میدونم که در یک فرصت مناسبی درباره نقوش حیرت انگیز قالی های بختیاری صحبت کنم. و این فقط قالی نیست، این قالی یک گوشه ابروه، هزار چیزی دیگه هم اینجا هست، منتها این متبلبر شده و بیشتر در پیش چشم ها قرار گرفته. اینجا ادبیات هست، اینجا ایمان هست، اینجا عشق هست، اینجا معماری هست. انشالله که من این توفیق رو داشته باشم و این قابلیت رو که یک گوشه ای از این اظهار محبت شما رو بتونم پاسخ بدم. اما بسم الله الرحمن الرحیم، ما حقیقتاً معاشقه است با پروردگارم. شما نمیدونید که وقتی این کلمه به حقیقت حضور پیدا میکنه در وجود ما و در دل ما چه حادثه بزرگی رخ میده. اذا وقعت الواقعه، همون بسم الله الرحمن الرحیم از یک دیدگاهی، یه واقعی رخ میده. وقتی انسان میگه به نام خداوند بخشنده مهربان و شروع میکنه، شیر میشه در بیشه عالم و حادثه عجیبی رخ میده، و اونی که یه نفر میره یه نفر دیگه میاد. اگر مولانا گفت که شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیمبرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد، همین واقع است. حقیقت دین همین است که اون اسم جایگزین این اسم بشه و اون مسما این مسما رو در خودش غرق بکنه. امروز به از دینه ای مونس دیرینه، دی مست بدان بودم که از وی خبرم آمد. دیروز ما مست شده بودیم ولی از خبر، همون خبرش هم البته مست میکنه. انبیا اون خبر که میارن یه دسته فقط میشنون، خبرش هم خوبه. این خبر کمی نیست که عالمی هست و پروردگاری هست و بهشت جاودانه هست و روح جاودانه هست و مرگی در میان نیست و عالم پادشاهی داره. این خبر کمه؟ این خبر مست میکنه همه رو. حقیقتا اگه ما به این خبر فکر بکنیم که انبیا آوردن، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، این نبأ عظیم از تمام خمخانه ها رو میبنده، تمام شرابخانه های دنیا رو. اگر بفهمن که این خبر چقدر مهمه، یکی سی بیاد بگه که ولی من خوف مقام ربهی جنتان، یکی بیاد بگه که اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، چه خبر میشه؟ یکی بگه که کذالک النشور، دیدی بهار شد، همه خشک بودن همه مرده بودن، بهار شد، انزلنا من السماء ماء فاحیینا به الارض بعد مطر، دیدی کذالک النشور. این خبر کمی نیست، به این خبر دل ببندید. تازه این خبرشه، این خبرشه. مولانا میگه که دی مست بدان بودم که از وی خبرم آمد.
دیروز فقط از خبرش مست شدیم، اما آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را. جای دیگه مولانا اشاره میکنه که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد. چون قصه ایمان یکی از عجیبترین قصه های عالمه. تمام قصه ها که در دنیا میخونی به این قصه نمیرسه، چون اگه این قصه نباشه اون قصه همه باطله. این قصه است که جان میده به تمام قصه های عالم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. خود این قصه است، این تمام قصه است. بقیه قصه ها بعد از این قصه معنی پیدا میکنه. اگر این اولش نظری، اگر که یکی اون غیر از خدا هیچ کس نبود در دل ما نیاد، بگن آقا یکی بود یکی نبود، ماده ای بود، یک چیز پریشان، یک قصه سرد بی تراوتی به دست شما میدن که بله یک ماده بود، این منقبض شده بود، حالا برای چی معلوم نیست، از کجا اومده بود معلوم نیست، بعد یه مرتبه منفجر شد و بعد پخش شدن و بعد زمین و ماه و خورشید اینا پیدا شدن. بعدن چی میشه؟ بعدن دوباره منقبض میشن میرن تو سیاهچال تمومش میرن. قصه است. عجبا از این مادیون که چه قصه هولناکی و قصه سرد و یخزدهی برای ما تعریف میکنن، در صورت که ما یه همچه قصه داریم، قصه انبیا، قصه که اونها اومدن گفتن که برو بهشون بگو که قل انما انا بشر مثلكم، منم مرد بشرم مثل شما، یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه. خبرم داده بلافاصله که واحده، میتونم شما میتونیم به لقایش هم میتونیم برسیم. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. امروز تمام صحبت ما شاید همین دور همین آیه دور بزنه که ما چطور بریم و به لقای اون پروردگار اون برسیم. این قصه قصه خوبیه. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد. کو قسم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست، میخوام ببینم. حالا حضرت ابراهیم گفتش که لیطمئن قلبی، میخوام با چشم ببینم. مقام دیدن غیر از مقام شنیدن، البته ایمان آوردیم اما دلش میخوادم ببینه. آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را، امروز چو تنگ گل در ره گذرم آمد. دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر. دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر، زان تاج ملوکانه نادر کمرم آمد. منو بغل کرد، یه کمری بست دور کمرم. چه کمری بود؟ کمر بندگی، اون تاج زرین خدمت. کمر رو بست، گفت تو باید کار بکنی، اول عبادت باید بکنی. هر کسی که عبادت نکنه به مقامی نمیرسه. هر کسی که سجده نکنه، یعنی سر تعظیم، حالا این سجده ظاهر این یک رمزه، اما حقیقت سجده اونجاییست که شما سر تعظیم فرود میاری در برابر یه حقیقتی، در برابر زیبایی. خداوند شیطان رو صدا کرد، گفتش که ما منعک ان تسجد لآدم، چه چیز شد که چه چیز تو رو باز داشت از این که به پروردگار به آدم سجده بکنی؟ قال انا خیر منه، گفت من بهترم. بهش چی گفتن؟ گفتن بفرمایید شما بیرون. انکه رجیم، انکه من از ساقرین، گفتن تو خار میشی. این فکر نکنه یه داستان کوچکیه، داستان خیلی بزرگیه. اگر من سر تعظیم در برابر یه عالمی فرود نیارم، یه هنرمندی فرود نیارم و بگم که بله انا خیرون من هم، بیان بفرمایید، کسی نمیشی تو. باید تعظیم بکنی، باید بر خاک بیفتی در برابر عظمت یک انسانی که به یک کمالی، به یک معرفتی رسیده و تسلیم او بشی. از چیزای کوچیک گرفته تا بزرگترین بایستی. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استادکار تا که شاگرد شکرریزی نشد. اگر انسان غرور داشته و باد دماغ داشته باشه، ما گاهی قمشه یا خودمون میگن که قمشه یه باد دماغی دارن و تا این باد خالی نشه چیزی نمیشن.
برای اینکه مثلا اگه بگن قمشه کجاست، میگن یک شهری است بین دو تا ده، اصفهان و شیراز. حالا خود قمشه چقدر معلومه، ولی میگن که قمشه یک شهری است بین بین دو تا ده واقع شده، اصفهان و شیراز. من قمشه هم قد میمونه، اما اگه گفتی نه قمشه یک دهی است که باید تلاش بکنه که یه وقت انشالله اصفهان بشه، نزدیک بشه، رشد میکنه، اگر نه هم قد میمونه. فکر کردی که کسی هستی؟ چو گفتی که کام خرد توختم، همه هرچه بایست آموختم، وقت یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاند پیش آموزگار. خیلی مهمه که انسان عابد و ساجد بشه. دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد. بنابراین گفتش که زان تاج ملوکانه، زان ببخشید تاج نکورویان، نادر کمرم آمد. اگر بپرسن که بهترین کمربند چیه، کمربند خدمت. اگرم تو ادبیات میگن زناربند، منظور مسیحی نیست، رمزه. اگر مرحوم پدر الهی قمشه‌ای گفتن که من عاشقم بر دلبری مشکین کمندی، ماه مسیحا مذهبی زناربندی، رمزه. مسیحا مذهب کسیست که همه روح شده، همه جان شده، و زنار یعنی کمر خدمت بسته، که من صبح که بلند شدم اهتمام میکنم به کار، به اینکه کار خوب بکنم. و این بزرگترین افتخار انسان، تاج افتخار انسان، کمریست که بسته. این کمری که بستی اون وقت بعد تاج میزنن سره. بعد میگه که امروز از مرگ چرا ترسم؟ کو آب حیات آمد. از طعنه چرا ترسم؟ چون او سپرم آمد. امروز سلیمانم. وقتی که عبادت کردی، العبودیت و جوهرتون کنهوه ربوبیه، وقتی که تعظیم کردی، تسلیم شدی، سجده کردی و گفتی که من فدای تو، هواهای دل من فدای هوای تو، اون وقت سلیمان میشی، اون وقت پادشاه میشی، تاج میذارن سرت. امروز سلیمانم. سلیمان مظهر اعتدال، مظهر توازن، تناسب، تقارن، بهار، شکوفایی. امروز سلیمانم. سلیمان کسی است که نشسته بر تخت وجودش، پادشاه است. ما باید سلیمان بشیم. دستور میده اینو بذارین اونجا. به دیوا میگه که شما چیز بکنید، شما قصد درست بکنید، مجسمه درست بکنید، تمثال درست بکنید، یعملون له من محاریب و تماثیل، این چیزا درست بکنید. حاکمه، ما چرا حاکم نباشیم؟ به خشمت بگو برو اون واسه، به هرس بگو شما بفهمون اون طرف، در اون زمینه هرس به کار ببرین. من همان لایش به آن طالب دنیا و طالب العلم، برو اون ور. به اون هرس چیز خوبیه. هرس اندر عشق تو فخر است و جا، هرس اندر غیر تو ننگ و تبا. برمه هرس گذاشتن به هم در ما خیلی هم چیز خوبی کردم، هرس بزن. در میان بحر اگر بنشسته هم، تم در آب سبو هم بستم. آدم باید تمش زیاد باشه، اما به جا. اصلا در روز قیامت ممکنه یه ایده رو بگن آقا چرا تو تمع نکردی؟ میگه ما خیلی تمع کردیم. میگه تمع در سنگ و گل کردی، باید در و گوهر میدوزیدی. این سرقته فسرق دره، اگه میخوای یه دوزی هم بکنی در این عالم، یه دره، یه دره گرانبهای عشق رو. عشق دردانه است و من قباس دریا میکده. یه چیز حسابی برو بدوز. آدم به کادون که نمیزنه، چیزایی که خودت هم میدونی که اینا داره میگذره اصلا، یعنی تا بیه تو به نگاه بکنی بخوای لذت ببری داشت، تموم شده رفته. وقت دل بسی به این حالا خوشحالی که من تونستم چیزی به دست نیوردی. باید آدم خیلی تمعکار باشه، به شرطی که بفهمه که تمر کجا. سلیمان بشه انسان. سلیمان که شد دستور میده به تمام قوا، نیروی انتقام، نیروی هرس، حسادت، رشک، تمام اینا که خیلی هم قویه، اینا دیون. اما دیو چیز بدی نیست، به شرطی که زیر نظر سلیمان باشه. سلیمان دستور میده کشخلقی، کشخلقی خیلی خوبه. کشخلقی معنیش اینه که من حساسم نسبت به این فرم ها و این زود خلقم تنگ میشه. پس بیا هنرمند شو، بیا هنرمند شو، قالی بباف،
بیا بگو که این یه ذره این بلنده، این حاشیهش یه ذره کمه، حاشیهش خود زیاده، اینجا ایراد بگیر. ایراد رو اونجایی بگیر که باعث ارتقا و کمال تو بشه. ایراد بی خودی بس چی میگیری؟ امروز سلیمانم، روز عید ما اون روزیست که سلیمان بشیم، یعنی ما بشینیم بر تخت، به تخت گل بنشانم بوتی به سلطانی، ز سنبل و سمنش سوق ساز طوق و یاره کنم. اونو بشونید بر اون مسند پادشاهی، اون وقت دستور بدین شما. و تحکم فل حسن ما اعتاکا، ابن فارز مصری میگه ته دلالن و انت خیر و لذاکا و تحکم، دستور بده هرچی میخوای ناز کن. چرا؟ برای اینکه نازت میچره. اگر به اون سلیمان شدی دستور بده. حسن اجازه، وقتی کمال پیدا کردی اجازه فرماندهی به آدم میده. فل حسن ما اعتاکا، امروز سلیمانم کنگشتری هم دادی، وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. اون تاج میاد العبودیت و جوهرتون کنه و روبیه. اگر عابد شدی بعد وقت تاج خاجه گفت که به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزه. سلطنت هر دو جهانت دهند. از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم. یه شوری منی گرفته بود، یه دردی که عطار گفت ذره درد از همه آفاق به. اصل دین همون درده، درد خداجویی. تو کجایی؟ اینه انت، اینه انت. هر کسی سوال جدی بکنه، جدی بکنه را میفته. نمیشینه یه جایی فقط به تکراری اسمی اکتفا بکنه، را میفته. از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم. یارب چه سعادت ها که از این سفرم آمد. تو فعل هستی عشقن آدمی و پری، شعر خوب انتخاب کردن، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم. یارب چه سعادت ها که از این سفرم آمد. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم. معمولا این شراب ها هوش آدمو از رونق میندازه و عقل رو، گوهر عقل رو دوز میاد و همدار میبره. شاید بازم گفته باشم این سخن رو از شکسپیر، واقعا حیرت انگیزه که اونجا در اون دیار حرام هم نبوده علی ظاهر، البته که بوده، ولی بر حسب ظاهر تحریمی نشده. ولی شکسپیر اونجا میگه که عجبا از مردمی، عجبا از مردمی که یه دزدی رو از پنجره اتاقشون که دهن باشه، از پنجره خونشون قلاب میگیرن خودشون، با دست خودشون میفرسنش بالا، بعدم آدرس بهش میدن که میری طبقه بالا. طبقه بالا هم جاییه که اجاره میدن معمولا. گفت طبقه بالا رو اجاره داده، یعنی عقل اونجاست. میری طبقه بالا، یه گوهری من دارم اسمش عقل بر میداری میبری. عجبا از مردم که این کار میکنه. یک شرابی هست که هوش آدم برق میزنه، اصلا تمام هوش میشه آدم. از شدت هوش بهش میگن بیهوشی، از شدت هوشیاری بهش میگن مستی. چون دیدید وقتی که یه چیزی به منتهای خودش میرسه اسم ضدشو میگیره. شما میگید که من میل کردم به طرف او حرکت کنم. اگه میل زیادتر شد یه وقت میگید چی؟ میگید بی اختیار رفتم به طرف او. بی اختیار یعنی چی؟ یعنی تمام وجودم اختیار بود. مادر بی اختیار میره طرف بچهش. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم. وقت است که برپرم چون بال و پرم آمد. در داستان انسان در اساطیر یونان هست که انسان اسمش پسیشه است، یعنی روح.
حقیقت ذات ما همون روح پسیکو که پسیکولوژی، سایکالوجی به زبان انگلیسی و این لغت خیلی رواج داره، پسیکانالیز، یعنی روح. روح یه دختری بود در افسانه ها، دختری بود بسیار زیبا که حالا من نمیخوام تمام داستانش تعریف کنم، با کیوپید که الهه عشق هست و مظهر تجلی عشق پروردگار نسبت به کائنات هست، مورد نظر او قرار میگیره و میبرنش در یک باغی و بعد به خاطر خطایی که میکنه از اون باغ خودشو میندازه بیرون به دنبال کیوپید که فکر میکنه دنبال او بره، ولی نمیدونسته که این باغ در آسمانه و سقوط میکنه، از پنجره که میره بیرون میفته دوباره روی زمین و سالها میگرده تمام جاها رو میگرده پیدا نمیکنه، تا اینکه یه حکیمی بهش میگه که تو اینجا بی خود نگرد، بعد از این بر آسمان جوییم یار، زن که بر روی زمین جستیم نیست، این پایینا نگرد، بالو پر بهت میدم من، پرواز کن برو اون بالاست، وقت است که بر پرم چون بالو پرم آمد، بیتی دو بماند اما یه حرفایی بوده اینجا مولانا که میخواسته بزنه نزده. حالا من شاید یه شعری امروز براتون بخونم درباره سکوت، که اون حرفایی که نزدن مهمتر از اون حرفایی که زدن. اوها الا عبدهی ما اوها، یعنی وحی کرد همونه که وحی کرد، چی بود ما خبر نداریم، سکوت کردن در واقع، فیه ما فی، یعنی سکوت، یعنی همان است که در او هست، در آن است آنچه در آن است. اون شعر رو براتون میخونم امروز. اینجا مولانا یه چند بیتی میخواسته بگه، یه نکته هایی میخواسته بگه نگفته. بیتی دو بماند اما بردن مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. بردن ما رو جایی که نگاه کردیم چی عالم اصلا اینقدر کوچیک شد عالم. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیونهم، که در خطبه حضرت مولا میخونه، اینقدر عظمت به من نشون دادن که دیدم این چی هستن، حقیر شد که این متاع حقیر است و آن عطای کثیر. حافظ میگه ما تازه عطای کثیر هم نمیخوایم، این عالم که متاع قلیله، اون عالم هم تازه میشه عطای کثیر، ولی اون معطی رو دنبالش هستن. بردن مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. پس ما حرکت کنیم بریم اونجا، بریم ز کلی به قول شیخ محمود شبستری، تمام گلشن راز داستان این سفره، تمام کمدی الهی داستان این سفره، تمام داستانهای خوب دنیا داستان این سفره، که ما حرکت کنیم بریم اونجایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. سعدی اونجا رفته، یکی از دولت وصلش به مقامی برسیدم که در نظرم هر دو جهان مختصری بود. به کجا رفته؟ بریم یه سری اونجا بزنیم. این سفر مهمه. اگر ما عمرمون رو صرف بکنیم که چنین سفری در پیش داریم که در این سفر انسان به عجایب و شگفتی ها برخورد میکنه، در این سفر است که انسان جن و دیو و پری و همه عوالم هستی رو میبینه، در این سفر است. سفر کن از من و مایی که مایی، گذر کن از تو و اویی که اویی. ما سفری بکنیم از این من به او، بزرگترین سفر. بسم الله یعنی همین سفر، ما یه چیزی بسم الله میگیم ولی 100,000 سال باید بریم تا این تموم بشه. بسم الله یعنی از اسم من تا اسم او، از این دایره تنگ وجود فانی من تا اون عظمت و وسعت بی انتها. حبشر عشق نه همین عطار داستان این سفر رو تعریف میکنه که چطور من از این انیت، از این فرعون حرکت کنم و برسم به او. خیلی به اختصار، چون این سفر
به قول مرحوم پدر گفتن که ره عشق را دویدم همه روی خار و خاره، به خدا هزار منزل به امید یک نظاره. درسته که گفتن هفت است، ولی هر کدومش هزار تا منزل داره. هر قدمی آدم با هزار مهلکه روبرو میشه اونجا. از عطار ظاهرن پرسیده بودن که آقا خوک منظورش چیه؟ که این گفته شیخ خوکبان، و این چرا باید این شیخ بزرگوار آورده خوکبانش کرد اونجا؟ گفت پا تو از خونه بذار بیرون میفهمی خوک یعنی چی، بوت یعنی چی. اما اینا رو تا تو خونت نشستی نمیتونی بفهمی. و من یخرج عن بیتهی مهاجرن الالله، همینه. این سفر مهمه که تو از این بیت خودت، از این بیت ناامن، که نگاه که میکنی اصلا آدم وحشت میکنه از خودش. سلولا هر کم دارن فرسوده میشن، زمان مکان همه اینا علیه شما هستن. نگاه که میکنی به این بیت، هر لحظه بیماری میاد، هر لحظه حادثه میاد، امن اینجا؟ از پاشیم بریم به جایی که امن باشه، من دخله و کان آمنن باشه، اونجا بریم. این سفر رو همه اشاره کردن، در قرآن مکرر به این سفر اشاره شده. اصلا حج در اصل یعنی قصد دیدار او. حالا اینم البته علی ظاهر این کمک میکنه، این سفر ظاهری کمک میکنه که ما به اون سفر برسیم، وگرنه گفت خر عیسی گرش به مکه برن چون به یاد هنوز خر باشه. اگر بریم این سفر رو بکنیم ولی اون سفر رو نکنیم، یادت برمیگردیم همونجا که بودیم. سیر حرکت دورانی دیگه، برمیگرده همونجا که قبلا بوده، میشه سکون با سکون برابر. انسان از حرکت دورانی میگریزه. الحمدلله من خوشحالم که وادی اول این سفر که طلب باشه و مهمترینشه در جامعه ما هست، در به خصوص جوانهای ما هست. اومدن میگن آقا ما چیکار بکنیم؟ این سوال خیلی قیمت داره. من سلام میکنم و تعظیم میکنم به اون جوانی که میاد میپرسه که من چه بکنم، کجا برم، چه کتابی بخونم، با کی دوست بشن، به چه ترتیب من میتونم به این عوالم راه پیدا کنم. این جوان خیلی قیمت داره، دست او رو من میبوسم، تمام وجودم رو فدای اون میکنم، تمام وقتم رو صرف میکنم که بتونم به این سوال او یه پاسخ خوبی بدم. در این راه تا اونجایی که در توانم هست هم قدم و همراه او بشه. وادی اول طلبه. در طلب زن دائما تو هر دو دست، چون طلب در راه نیکو رهبر است. این طلب در تو گروگان خداست. وقتی طلب کردی گروگان گرفتی از خدا. چرا؟ برای اینکه قول داده، گفته که قول زیر قولش که نمیزنه، گفته که من جا هدفینا لنهدین نام سبولنم، لام گذاشته، نون تأکید ثقیله گذاشته، برای اینکه مطمئن باشی که حتما، بدون که فکر نکنی کوشش بکنی نمیرسی. من جاهد فینا، البته نگفت جاهد و فینا، گفت جاهد و انا نگفت، من جاهد فینا لنه یعنی نام سبولنا. بنابراین این طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. هر چه رو طلب کردی بدون که میرسی. فکر نکن هیچ چیزی بزرگتر از این است که ما نمیرسیم. میرسی. همینقدر که طلب کردی، گفتی من میخوام، معلومش قابلیت داری. اگه قابلیت نداشتی نمیگفتی من میخوام. هر کس که گفت من طالبم، معلومش که استعدادی هم داره. حتما تلاش هم میکنه و حتما هم میرسه. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابون کشید. لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب، سوی او میقیج و او را میطلب. هر وسیله هست، از کرون الله قیامن و قعودن و علا جنوبه هم. لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب، مهم نیست که خیلی آداب رعایت بکنی، هر جوری میتونی او را طالب باش. سوی او میقیج و او را میطلب. این زندگی انسان معنی پیدا میکنه. وقتی این طلب پیدا شد، میگن به نصرالدین، کسی از قوم خیشای نصرالدین فوت کرده بود، گفتن آخو علت مرگش چی بود؟ گفت علت زندگیش معلوم نبود، چه برسه علت مرگش. ما علت زندگیمون چیه؟
تا بعد ببینیم علت مرگمون چیه. علت زنده یعنی برای چی زنده هستی تو؟ اگر نتونی یه جواب شکوهمند، یه جوابی که شایسته شأن انسان باشه بدی، پس دیگه هدفی نداری از زندگی، هدفت مردنه. یکی گفتیم چیکار میکنی؟ گفتی چی؟ دارم انتظار مرگ میکشم. پس اگر که این طلب در ما پیدا شد، این اولین معنی هستی ماست که تو کی هستی؟ من دیگه حسن، حسین، نمیدونم فلان، اینا نیستم. من طالبم. طالب جمعش هم میشه طلبه. قیمت پیدا میکنی. اصلا یک واقعی رخ میده وقتی طلب در انسان پیدا میشه که صبح آدم بلند شه بگه من طالبم. طالب چی هستی؟ طالب معشوقم. من میخوام ببینم این کیه من آفریده؟ این پروردگار این کیه؟ چشم و جعلناکم سمیعا بصیرا. من مبهوتم، اصلا حیرانم، نمیتونم حرف بزنم. چطور این چشم چجوری اصلا پیدا شد؟ من میخوام برم بدونم. این به زندگی انسان معنی میده. این هنر تولید میکنه، این فکر، این علم تولید میکنه. میری اسرار آفرینش رو یکی یکی جریده بر جریده نقش میخوان، گریوه بر گریوه رخش میران. تمام حیات هستی رو طی میکنی، تمام شؤونات هستی رو نگاه میکنی، بهش به هنر میرسی، به زیبایی میرسی، به علم و دانایی میرسی، خدمت میکنی. اگر این طلب پیدا شد، هزار برکت درش پیدا میشه. آدم دیگه اصلا لزومی نداره دعوتهای اخلاقی بکنن بهش. اون آدم برای چی دروغ بگه؟ طالب دروغ میگه؟ آدمی که طالب خونه معشوقشه مثلا بگن آقا شما کجا داری میری؟ دارم میرم حمام. نمیگم چیزی اصلا. مثل دروغ نگو، نمیدونم ظلم، اینا اصلا بی‌معنی میشه برای طالب. آدمی که طالب پروردگار شد پاک میشه، اصلا خود به خود پاک میشه. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز عیب و حرص کلی پاک شد. شما فقط بگید من میخوام طالب پروردگارم هستم، میخوام به پروردگارم برسم. ببینید دیگه میتونید کار بد بکنید، مثلا موضوع کار بد از بین میره. اینقدر این بزرگ این طلب کیمیاست. علت این که حافظ میگه از دلق پوش صومعه، که مدعی عرفان و تصوف شده و یک گفتش که مرحوم پدر فرمودن که قوم نادرویش دون هم جای تهذیب و صفا تار موی را نشان فقر و عرفان کردن، و یه صومعه و یه خرقه و، ولی نقد طلب نداره، اون گداست. اونجا درست کرده یه دم دور خودش جمع بکنه، یه آقا مقامی پیدا بکنه و زندگیش اداره بکنه. این گداست، داره گدایی میکنه از مریدای خودش. از دلق پوش صومعه نقد طلب مجوی، یعنی ز مفلسان، این آقا که مفلسه، خبر کیمیا مپرس. پس طلب کیمیاست، اون کیمیایی است که مولانا اشاره میکنه که خداوند کیمیا یصلح لکم اعمالکم براتون فرستاده، چون اون میتونه کیمیاگری بکنه و در یک چشم به هم زدن همه اوصاف نامحمود ما رو پسندیده بکنه. حتی دیگه اگر خطا بکنی میگن خطا کرده، اشکال نداره. اگر در راه عشق تو خطایی هم کردی، سهو و خطا، اشکال نداره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. پس طلب رو الحمدلله که در جامعه ما طلب هست. من اشک در چشمم جاری شد وقتی در یه دبیرستانی رفتم، دیدم دختر بچه های از 12-13 ساله تا 18 ساله که تو اون دبیرستان بودن در کف حیات مدرسه در آفتاب نشستن و میگن که بر ما صحبت بکنه. خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. ما خیلی باید قدر جامعهمون رو الان بدونیم. فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا نسل جوانش آمادگی داشته باشه که گروه جمع بشن بگن بر ما حرف بزن. پس این نقد اولی رو داریم الحمدلله. این نقد طلب، طلب یه شعله است که در دل انسان پیدا میشه و این شعله یواش یواش همه خار و خس وجود انسان رو میسوزونه. و وقتی که تمام مشتعل شد، منزل دوم منزل عشقه. منزل اول طلبه. پرندگان که جمع شدن و گفتن به هد 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 هد، رمز همه کسانی است که داعیان الله هستن، گفتن که ما میخواییم بریم پیش سیمور
و اولا بگو ببینم که داریم ما پادشاهی داریم؟ گفتن بله، بالله این کشور ویران شده شاهی دارد و بر در او دل غم دیده پناهی دارد. این شب تیره تر از زلف نگاران یاران، زیر ابر سیاهی طلعت ماهی دارد. اولا خبرش دادن که هست، بعدا گفتن که میتونیم بهش برسیم، دعوتم کرده، اتفاقا دعوتم کرده. بعد پرسیدن که چند منزله از هدهد؟ البته اول عذرها آوردن، کاهلی کردن. یکی گفتش که آقا ما بلن کوچکتر از اون هستیم که این وادی بشیم، اینم یه بهانه است، هیچ کس کوچکتر از اون نیست، همینقدر که خواستی میشیم. انسان از همه چی بزرگتره. و انتل کتاب المبین الذی به احرف یزهر المزمرو، تو پنداری که تو کم قدر داری، تویی که از جمله عالم صدر داری، دل عالم تویی، در خود مبین خورد، بدین همت توان گوی از جهان بود. اگه بخوای گوی دولت رو بزنی ببری، همت باید بکنی، قدر خودتو بدون. پس اول گفتش که وادی طلب جد و جهد اینجا باید سالها، زان که اینجا قلب گردد حالها، مال اینجا بایدت انداختن. گفتن آقا مال باید بدی چاش، اگر جایی لازم هست که مالمونو ایثار بکنیم چه بهتر از این. جان گفتن ایثار کنیم چه بهتر از این. وقتی که به جانستان رسیدی، جایی که 100,000 جان با هر نگاهی ایجاد میشه، تو نگران جانت هستی؟ گفتن بده بفهمی، جانباز 100%. حالا من اینو بازم گفتم که بعضی میگن جانباز 30%، 40%، اینا این به نظر من یه قدری مسامحه هست. جانبازی 100% اصلا، جانبازی درصد نداره که. چرا؟ برای اینکه وقتی شما جونتون کف دستون گذاشتین، گفتی من حاضرم ایثار بکنم، حالا نگرفتن، مربوط شما نیست، مربوط به حوادث روزگاره. شما جانباز 100%، حتی اگه تیر بهتون نخورد هیچ طوری هم نشدین. اون آدمی که جان خودش رو در کف گذاشته، اون جانباز 100%. جانباز باشیم ما هم. من عاشق جانبازم، از عشق نپرهیزم، من مست سراندازم، از عربده نگریزم.